سلام عزیزا، خوش آمده به برنامه آشپزی امروز و نوبت میرسه به براون رایس یا برنج قهوه‌ای. شما ببینید برای بسیار نفر جالب است که این برنج چرا این رقم است. ده ککاو گد کردن، ده ککاو اضافه نکردیم، رنگ عظیمت را است. نظر به برنج سفید قیمت تر است و فواید خیلی زیاد دارد، ضررش نظر به برنج سفید کم تر است. همین شکل نان سفید و نان سبوس و نان سیاه، این برنج هم همین رقم است. پس کسایی میخواین که مواد لازم شد ببینن و یادداشت کنن، میره مواد لازم رو میبینیم و برمیگردیم. شعله، برنج قهوه‌ای، سمارق، گوشت مرغ، روغن، مرچ سیاه، نمک، پیاز، بروکلی، مرچ تازه و مرچ دلمه. خب عزیزان، مواد لازم یادداشت گرفتی و این هم بود مواد لازم غذای امروز ما و این همراه با گوشت و مرغ، سمارق، سبزیجاتی که ایجا داریم همراه از اونها یک جا آماده میسازیم. در دیگه دیگه هم آماده میشه، ولی میفهمی یگانه کار ما رسان ساخته دیگه بخار. پس همه مواد آماده میسازیم، بعد از او وقت آخر برنج اضافه میکنیم، مخلوطش میکنیم و به شکل به شعله نرمک آمادهش میکنیم. روغن اضافه میکنیم به اندازه، زیاد نه. میگذاریمش تا آهسته آهسته داغ شوه و گرم شوه و آماده شوه. ران مرغی که آوردن این را هم میتونیم که خب همین رقم آمادهش میکنیم. فقط یک دانه ساتول ضربت داریم، به اندازه خرد خردش میکنیم. این قسمت از دیگه به درد نمیخوره. خب اگر سمارق تازه پیدا کنی خیلی خوب میشه. اگر نباشه میتونی از از پخته شونه داخل قوطی ها که هست از اونها هم میتونی استفاده کنی. اینجا داخل دیگه اضافهش میکنیم و حالا نوبت از ایست که مخلوطش کنیم. فقط نوبت گوشت است. میفهمید همین لحظه نوبت از ایست که ما یک کم چیز اضافه کنیم، روب سیر و همه که روب زنجفیل که هر دوی از یک جا است. خب همین رقم مخلوطش میکنیم و موادش اضافه کردیم، یک کمی مرچ سیاه و نمک اضافه میکنیم و این هم سمارق. میبینه که سمارق هم خود پخته ساخته و کاملا آماده شده و گوشت هم بسیار خوب آماده شده. خب یک دو تا بروکلی هم مانده ایرم به خاطر زنگش اضافه میکنیم، ولی حالا اضافه نمیکنیم، میره آماده میگذارم. همراه با برنج یک اضافهش میکنیم به خاطر از اینکه نمیخوایم قدر زیاد پخته شه، فقط میخوایم که کم پخته شه، ولی باز هم همراه با برنج وقتی بخار میگیره زیاد پخته میشه. و برنجی است که پاک صفاست، هیچ حتی ضرورت به شستن هم نداره. میفهمی مرچ و دلمه را وقتی اضافه میکنیم که برنج اضافه شد و سرپوش دیگه میگذاریم و بخار میتیم، اون وقتی است که مرچ و دلمه اضافه میشه. بازم میبینی که رنگ بسیار خوبی قهوه‌ای داره و به این شکلی که ما آمادش میکنیم فاید بسیار زیاد هم داره و خوبیش دیست که یک خوشبوی خاص داره و ایره به شکل برنج نرم آماده میسازیم، به شکل شولگه که برادفال آماده نمیسازن، این شکل باید آماده شد. همراه با بروکلی اضافهش میکنیم و همین رقم مخلوطش میکنیم. میفهمی هر چهار طرفش روغن رو برای خود برنج جذب میکنه و به شکل بسیار خوب و درست آماده میشه که آب اضافه کنیم.
بخت وقتی ما اضافه میکنیم امو یک خوشبوی خاصی که برنج داره همو دفتن بلند میشه. پس ببینید حالا کی رقم است وقتی ما این را پخته کنیم چقدر خوشبوی خوبی را برای خود داشته باشم. اول آب کم اضافه میکنیم بخاطر اینکه سبزیجات هم داریم، تنها برنج نیست که آبش ما به یک اندازه اضافه کنیم. کسایی که اندام مناسب داره برای زو بیخی فایده داره که عمر خم مناسب همیشه میپاشن اندامشون، یعنی غذایی است که برای همه کی فایده میرسونه. خب این هم موادش که آماده ساختیم و نمکش به اندازه است، از اینکه دیگه نمک اضافه نمیکنیم شور میشه باز. چقدر خوب تند شده، خیلی خوب تند شده. خب میگذارمش تا یک بار جوش بیه. وقتی جوش آمد و آبش به اندازه بود، پیش از اینکه سرپوش دیگه بگذاریم و بستش کنیم چی میکنیم؟ مرچ دلمره هم داخلش اضافه میکنیم و ادامه قسمت رو بالا میگذاریمش، سرپوش دیگه میمانیم و بخار میتیمش برای 8 تا 9 دقیقه. بخار میتیم با حرارت زیاد، بعد از اون حرارتش خاموش میکنیم، برای 5 تا 10 دقیقه دیگه میگذاریم تا دم بگیره. وقت دم گیره داخل بشقاب میکشیم و نوشجان میکنیم. در کنار از این ماست هم میتونیم داشته باشیم، چکه هم میتونیم، چدنی هم میتونیم، حتی پلاوی نی که مثل پلاوی که ما شما داریم که هر دانشی بیاندازش کم خرد خرد میشه، او نظر به این برنج کمی دانه‌دار آماده میشه، یعنی کمکی نرم نیست، سخت‌تر آماده میشه، مثل پلاو آماده میشه، نیم پلاو. ماش پلاو که آماده میسازیم کمی نرمتر میباشه، همین شکل او هم آماده میشه، او هم خوشبوی خیلی زیاد داره، یعنی اصلا هیچ ضرورت به مصالحه نداریم که خوش بسازیش. فقط مرچ سیاه کمی نمک اضافه میکنن، حتی مرچ سیاه اضافه نمیکنن، فقط نمک اضافه کن پختش کن، ببین چقدر خوشبوی و یک طعم اصلی خود برنج برای خود میداشته باشم. خب حالا هم ماده یک بار دیگه مخلوط میکنیم. خب برنج آبش کم ساخت، برای خود چسب کرد و به شکل درست هم آماده شد. طالم یک کمک آب دیگه هم اضافه میکنیم به میاندازه و بعدش دلمه رو اضافه میکنیم و میگذاریم شیجه به خاطر یک کمی حرارتش زیاد است. و سر پشت دیگه میگذاریم تا بخار بگیره. حالا میفهمی دیگه فرق میکنه، دیگه بخار است که از این دیگه بخار داشته باشه همیشه آماده بسازیم، از دیگه بخار وطنی همیشه که از اون همین رقم آماده کنیم فرق نمیکنه، هر دیگه که باشه. فقط مهم برامون که بچه‌ها و دیگه‌ای هست که میفهمیم که بعضی دیگه هست که زودتر گوشت نرم میکنه و بعضیشون دیرتر. برنج هم به این شکل است، باید متوجهش باشیم تا بفهمیم که به چه شکل آماده میشه. همکار ماست مدیر سبرمش، میگیم او کس خیلی خوش داره که برنج نرم باشه و سوپ خیلی خوش داره. یک روز یک سوپ آماده ساخته بود که باور کنه که خیلی عالی بود. این سر میز ما هر چیزی که میبینی داخل از اون انداخته بود. یه برنجی که آماده ساختیم بسیار خوب آماده شده، همه تو دانه دار و همه تو لذیذ و مزه دار. گاز خاموش کنم و میفهمی سمارق هم باید داشته باشه قسمتش. و کسایی که اگر از این برنج تال آماده نساختن یک بار آماده بسازی و ببینید که چقدر مزه‌دار و طعم‌دار آماده میشن. کمی از اینجا بروکلی هم داشته باشم تا تزیین اصلی بشقاب داشته باشیم. این هم آماده شد و این هم خیلی عالی آماده شده. این هم بود برنامه امروز ما. خدا کنه خوشتان آمده بشه. تا برنامه بعدی شما رو به خدا تو پاک می‌نیاز برم. خدا حافظ شما.